شورای امنیت پیش نویس قطنامه روسیه درباره غزه رو رد کرد حالا جالب روسیه که خودش همه در موردش می میدادن اون اومده در مورد غزه داره قطنامه میده گروه شبه نظامی حزب الله از هدفگیری رو انهدام دوربینای نظارتی اسرائیل لب مرز حرف زده و فیلمش آمده بیرون از اونجا دارن دوربینا رو میزنن با قناسه با این اسنایپرها میندازن حماس گفت آقا بیاید با اندیب. اسیر تاق بزنیم 6000 تا اسیر میگیریم 200 دونه اسیر پس میدیم میگن خیلی مجلس نمایندگان آمریکا احتمالاً بخص کرده گفت اگه بایدن بود به هر نفر یه میلیاردم سر میداد هم تو که جمهوری اسلامی انجام داد خبر اسرائیل و حماس هم مرور می‌کنیم امروز حتما چند تا خبر خیلی مهم داشته استقرار 2000 تفنگدار دریایی در آمریکا در آب‌های ساحلی اسرائیل رو هم بررسی می‌کنیم و سفر جو بایدن به اسرائیل که قرار فردا برسه اسرائیل بعد از هفت ساعت جلسه بلین که نتونست نتانیاهو رو راضی کنه که بیخیال بشه قرار حالا بایدن بره اونجا رو شل مغز چینی چی کار میخواد بکنه درخواست اخراج شهروندان خارجی حامی حماس از آمریکا یکی از بهترین و امیدوار کننده ترین خبرهایی بود که امروز در مورد این تروریست فلسطینی و طرفداراشون شنیدیم جمهوری اسلامی سه تهدیدها کرده احتمال اقدام پیش دستانه جبهه مقاومت و غیره که حالا میدونیم وقتی جمهوری اسلامی تهدید میکنه منظور خودشه نه حزب الله چون خودش بعد حزب الله دستور بده اتفاق جالبی هم که افتاد اینه که بعد از این تهدیداتش پنج نقطه تهران تهران میخوام ایران زلزله اومده بررسی میکنیم اینو و بحثا که در فضای مجازی در مورد آمدانه بودن این زلزله ها توسط قدرت های جهانی یا اصطلاحا هارپ صحبت خواهیم کرد هشدار پادشاه اردن هم جالبه گفته آقا بکشید خودتون رو تیکه تیکه کنید من آواره های فلسطینی رو به شما کشورم راه نمیدم فکر کنم بخش خبری براتون جذاب باشه امیدوارم تا انتها دنبال کنید عرض درود ادب دارم فرهاد متقی اینجا اخبار خاموشه در این کانال تلاش همین این اخباری برای شما بیارم که معمولا جای دیگه پوشش نمیدن یا در انبوه شلوغ خبرها اینا مهمه ولی از قلم معمولا میفته اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردی لطفا سابسکرایب کن ممنون میشم لایک کنید کمک کنید که این ویدیو بیشتر دیده بشه و به دست علاقمندان به اخبار بدون سانسور بیشتری برسه بریم سراغ اخبار امروز از همین هشدار پادشاه اردن شروع میکنیم درباره هر گونه تلاش برای اسکان آوارگان فلسطینی در اردن یا مصر هشدار داده پادشاه اردن درباره این مسئله هشدار داده ملک عبدالله تاکید کرده که باید به وضعیت فلسطینیا در داخل غزه و کرانه باختری رسیدگی بشه به عبارت دیگه آقا من اینا رو را راه نمیدم پادشاه اردن که بعد از دیدار با صدر ازم آلمان صحبت میکرده تاکید کرده که این خط قرمز ماست چرا که معتقدم ایده به دنبال راههای جایگزینن یعنی میگن آقا اینا رو ول بیان تو کشور شما بزن بیان اونجا که زیر به حال توپ و تانک و غیره نباشن ولی خب اینا میدونن چه اتفاقی افتاده چون قبلا صابون اینا به تنشون خورده در طول دهه اخیر اردن میزبان تعداد قابل توجهی از آوارگان فلسطینی بوده موضوعی که در مواردی منجر به تنش و درگیری هم شده اما خیلی راحت تر بگم از 20 کشور مسلمان عرب که عملیات تروریستی حماس در اسرائیل و جشن گرفتن هیچ کدوم حاضر نیستش که حتی یه پرنده یه پرنده عرب فلسطینیو قبول کنه 20 تا کشورن بشکن و بالا بنداز دارن را میندازن هیچ کدومشون حاضر نیست یک دونه پناهنده فلسطینیو بپذیره مصر که رسما اعلام کرده آقا ما یه بار غلط کردیم اجازه دادیم تروریستای انگل فلسطینی به صحرای سینا بیان هنوز داریم تاوان پس میدیم محال مرزها رو باز کنیم اردن هم گفته محال رو باز کنیم میمونم بالا مگر اینکه جمهوری اسلامی بده آقا همتون بیان رو تخم چش من مثلا یه گذرگاه باز کنین همه رو من میارم در ایران اما شورای امنیت پیشنویس قطعنامه روسیه درباره غزه رو رد کرده در مورد خشونت و تروریسم علیه غیر نظامی هم بود. جالب بود که اسم هیچ دو... کدوم از دو نبرده یه علیه خشونت و تروریسم علیه غیر نظامیان که مطرح کرده بوده اینم خیلی از یه بابت جالبه به خاطر اینکه تعداد اونایی که در اوکراین کشته شدن هنوز به اندازه تعداد اونایی که در غزه کشته شدن نرسیده ولی اون کسی که حالا با اسوبانی کشته شده اوکراینه این همه ساختمان مسکونی زده اون داره میاد به علیه کشتن غیر نظامیان میده تنها چهار کشور چین امارات متحده عربی موزامبیک و گابون به این قطعنامه رای موافقت موافق دادن در مقابل چهار کشور ایالات متحده بریتانیا فرانسه و ژاپن داشت مخالفت کردند شش کشور باقی مانده ما رای ممتنع دادن همون لحظه رایگیری و همه اونایی که دور میز نشستن و مشخصه که کیا رای مخالف دادن دست رفت بالا تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد دست کم نه موافق از میان 15 رای نیاز داره اما باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که نادیده گرفتن بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ اسرائیل در این شورا بر خلاف وجدان خواهد بود. حملات حماس به اسرائیل حدود 1300 کشته بر جای گذاشته اسرائیل نیز به تلافی این رخداد نوار غزه را هدف حملات هوایی خود قرار داده که این حملات تاکنون به کشته شدن 2750 نفر انجامیده. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه قبل از رأیگیری در مورد پیشنویس قطعنامه خواستار حمایت از آن شده گفت که این قطعنامه پاسخی به تشدید بیسابقه بحران کنونی و افزایش سریع شمار کشتگان و مجروحانه و اما بعد از رأیگیری مدعی شد که شورای امنیت گروگان نیات خودخواهانه بلوک کشورهای غربی شده حالا میگن که آب که سر بالا میره قورباغه براتون هماین شجریان میخونه همینه دیگه بیشترین تعداد غیر نظامی رو تو یک دو سال گذشته در اوکراین خود روسیه زده حالا خود شده اینجا دایه عزیزتر از مادر اما گروه شبه نظامی حزب الله لب مرز نشستن با اسنایپر دارن دوربینا رو میزنن میخوان که حمله میکنن کسی متوجه نشه حالا اونا هم ماهواره ای دارن رصد میکنن احتمالا پهباد محبود دارن لب مرز مظفرین که موقعی که از اون طرف حمله شد یعنی از سمت خود فلسطینیا حمله شد به اون طرف همه این دوربین هم سالم بود ولی متاسفانه نگرفت پایگاه خبری حزب خودش اومده ویدیو رو گذاشته از شلیک تکفیر اندازهای اعضای حزب الله به دوربین نظارتی اسرائیل در پنج نقطه مرزی با لبنان در شهر متولا و از کار انداختن اونها حالا اینم به نظر جالب میاد روشی اختراع کردن بشینیم از این بر دوربینا رو بزنیم تلافیش هم بده دیگه حالا همونجا اگر شروع کنه مثلا موشکی خونپاره راکتی چیزی بزنه اسرائیل سری تا بچه قنداقی تو کیفاشون میذارن که اگه مردن بگن آقا اینجا بچه زن و بچه اینجا زندگی میکرده تو این لاین چمنا زدین زن و بچه رو کشتید اما اسوشیتد پرس می نویسد به نظر میرسه حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار داره با هدف قرار دادن دوربین های نظارتی اسرائیل در صدد پنهان نگاه داشتن تحرکات نظامی خود در مرز با اسرائیل طی روزهای گذشته و با شدت گرفتن درگیری حماس و اسرائیل حزب الله نیز درگیری‌های جسته گریخته با اسرائیل داشته این درگیری‌ها منجر به کشته شدن هفت نفر از جمله چهار نیروی حزب الله در خاک لبنان شده اما جمهوری اسلامی کری خونده گفته احتمال اقدام پیش دستانه جبهه مقاومت در ساعات آینده وجود داره وزیر امور خارجه یا بهتر بگیم وزیر امور ضد خارجه یه جمهوری اسلامی روز دوشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفته که احتمال اقدام پیش علیه اسرائیل در ساعات آینده وجود دارد و هشدار داده که اسرائیل دست به هر اقدامی که در غزه بزنه با عواقب اون مواجه میشه جالب اینه که این تهدیدام که میکنه هیچ کدومش مثلا در حد یک هزارم یک میکرونیوم هم عملی نمیشه مثلا گفت شاید چند ساعت دیگه هم دیر باشه از اون موقع سه روز هیچ خبری نشده و اینم جالب گفته اه احتمال اقدام پیش علیه اسرائیل وجود داره یعنی احتمالش هست دستاتی که شما میدونید فکر کنم خیلی باهوشتر از منم هستید کسی که اگه بخواد کاری انجام بده یا تهدید نمیکنه یا اگه تهدید میکنه میگه این خط قرمز چی میزنم و میزنه احتمالش این هست که بزنم یا خدا کنه که انشالله بزنم نداره که تهدید باید مستقیم باشه بعد جالب اینه که تهدیدم از خودش نمیکنه تهدید از یه جانب یه نفر دیگه میکنه حزب الله قرار بزنه تو اینجا چی کاری خودش سخنگو داره دم بسر تلویزیون عربی همشون دارن فک میزنن حسین امیر عبداللهیان گفته همه گذینه ها و سناری های ممکن در مقابل حزب الله قرار در مقابل حزب الله قرار داره رهبران مقاومت اجازه نخواهند داد که رژیم صهیونیستی هر اقدامی رو در منطقه انجام بده هر اقدام پیش دستانه در ساعت های پیش رو متصوره از این ساعت پیش رو تو الان از که در 12 ساعتش گذشته چه اتفاقی هم نیافتاد اینو خدمتون بگم این مقام آویزون دولتی جمهوری اسلامی عنوان کرده که اگر امروز از غزه دفاع نکنیم فردا باید در بیمارستان خودمان با بمب های فسفوری رژیم اسرائیل مقابله کنیم از این عراجیفی که اگر در اونجا فلان نکنیم و داعش در اینجا فلان میکنیم همون اتفاق حالا در این رابطه در رابطه غزه و اسرائیل هم اومده وزیر خارجه جمهوری اسلامی قبل از این از احتمال گشوده شدن جبهه های جدید علیه اسرائیل در جنگ کنونی سخن گفتاد با این حال ایالات متحده و اسرائیل به تهران با رسم شکل نشون دادن که در این جنگ دخالت نکنه دولت جوک بایدن هم حتی با تمام شل مغزی و همه داغونیش و همه خرفتیش اون کسی که اون پشت نوشت, نوشت نشسته و براش نوشته تو تلپرامتر گفتش که هدف از ارسال نافهای هواپیمابر ایالات متحده به شرق دریای مدیتران هشدار به جمهوری اسلامی بوده حالا جمهوری اسلامی چقدر این هشدار رو جدی میگیره مشخص نیست چون کلا یه خورده از لحاظ مسئله آی کیو پایینن بعضی مواقع فکر میکنن میتونن یه حرکتی بکنن از زیرش درن و بعد همون باعث میشه نابود بشن مثل قضیه هاپن اوکراینی به ظریف گفته بودن توییت بزن تکسیب کن بعد دیگه یه جای رسید خودشون سه روز هم میشتن نتونستن دروغونه گردن اومد گفت غلط کردیم خودمون بودیم دیگه متو خطا انسانی بوده اینجا دیگه خطا انسانی بر نمیداره بر همینه که قبل از اینکه بخواد هر فکری شیطنت آمیزی بکنه یه تهدیده که جدی امروز شده که آخر خبرهاش میپردازیم در روز همین زلزله هارپ بوده اما هماس خواستار آزادی 6000 فلسطینی در ازای آزادی گروگانهای اسرائیلی شده دفتر رئیس دفتر سیاسی هماس در خارج از سرزمین های فلسطینی اصر دوشنبه خواستار آزادی 6000 زن و مرد فلسطینی تروریست در زندانهای اسرائیل در ازای رهایی گروگان اسرائیلی شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد مشعل، گفت گروگان های اسرائیلی گروه حماس شامل افسران عالی رتبه از لشکر غزه هستند سخنگوی گردان های ازدادین قسام شاخه نظامی حماس نیز همزمان اعلام کرد که گروه حدوداً که این گروه حدوداً 200 گروگان اسرائیلی در اختیار داره و بقیه حدود 50 نفر دیگر در دست سایر گروه های شبه نظامی فلسطینیه ابو عبیده در یک ویدیو اضافه کرد که گرون یاد شده در نوار غزه و دیگر در نوار غزه و دیگر نقاط هستند ولی 22 نفر از اونها در بمباران های اسرائیل کشته شدن همون چیزی که قبلا گفتم اینا رو بند خدا رو گلا پاش کرده بودن تو ساختمان های مختلف اینجوری که خودشون میگن که اگر اسرائیل بم زد اینا هم بمیرن تهدیدشون این بود برای که باز پشن اسرائیل بم نزنه الان میگن 22 تاش همونجوری در بمباران اسرائیل کشته شد را راست میگن یا نه مشخص نیست او مدعی شده که هماس با گرگونهای خود مطابق قوانین اخلاقی و بشر دوستانه رفتار میکنه ارتش اسرائیل قبلا اعلام کرده بود که 199 اسرائیلی توسط این گروه رو بوده و به نوار غزه برده شدند. این افراد در جریان عملات مرگبار هماس در روز 15 در روز 15 اکتبر به شهرها و شهرک اسرائیلی به گروگان گرفته شدند. سخنگوی گردانهای عزیز دین قسام در بخش دیگری از اظهارات خود گفت ما های از ملیت های دیگر رو در اختیار داریم که مهمان ما هستند و هر زمان که شرایط اجازه دهد آنها رو آزاد میکنیم منظور های آمریکایی و اروپایی ابو عبیده در مورد احتمال حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه گفت که این موضوع ما رو نمیترساند و برای آن آماده هستیم که مثل چی داره دروغ میگه اسرائیل داره نشون میده قبل از اینکه بخواد وارد بشه زمینی تقریبا ساختمونی دیگه جلو روش نمیمونه دیگه داره میزنه صاف میکنه میاد جلو قلتک و شنکش و اینا میزنه همه رو به یه حالتی میرسونه که شرایط جنگی در اون شهری ایجاد نشه بخون از خمپار از بالا ساختمون اینا, اینا, اینا بزنن نیروها رو بخون دوباره آدم بکشن فکر نمی به شرایط این چنینی ورود به اونجا فلان شرایطی باشه که اسرائیل در دستور کار داشته باشه مگر اینکه مثلا تیکه به تیکه چون بعد پاکسازی کنند تیکه به تیکه پاکسازی کنند و بعد برن جلوتر اما اسرائیل شب گذشته دیویست مرکز مرتبط با حماس و جهاد اسلامی در غزه را مورد هدف و عنایت قرار داده این دیویست نقطه مرتبط با گروه های تروریستی حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه بودند که بمباران شدند به گفته ارتش اسرائیل در حملات دیشب یک مقر تجمع نیروهای حماس نیز مورد هدف قرار گرفت که در این حمله تعدادی از نیروها کشته شدند و همچنین یک بانک متعلق به حماس تخریب شد ارتش اسرائیل می که کشتی های نیروی دریایی نیز حملاتی علیه فرماندهی حماس و مکانهای ذخیره سلاح در شهر غزه انجام دادند ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که در شمال این کشور چهار شبه نظامی که از لبنان قصد نفوذ به اسرائیل داشتند و کشته گفته شده این چهار نفر قصد داشتند به عبور از موانع مرزی وسیله انفجاری رو به خاک اسرائیل منتقل کنند و اما این دو هزار توفنگدار آمریکایی بالاخره هنوز معلوم نیست شرح وظیفهشون چیه رایزنیهایی که دارن میکنن خیلی منطقی نیست چون تا دیروز میگفتن اینا گروهی مشاور و مستشار و غیرند ولی امروز دیگه از لفظ 2000 تفنگدار داره استفاده میشه در همین حال ارتش آمریکا گروهی متشکل از 2000 نفر تفنگدار دریایی رو به آبهای نزدیک سواحل اسرائیل اعزام کرده تا به دو ناو هواپیمابر این کشور که همکنون در شرق دریای مدیترانه مستقر هستند ملحق بشن ایالات متحده بارها اعلام کرده که سربازان پیاده این کشور در جنگ اسرائیل مداخله نخواهند کرد و جان کربی سخنگوی پنتاگون گفته ما وضعیت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه رو تغییر دادیم اما دولت آمریکا قصدی برای اعزام نیروی نظامی به اسرائیل نداره با این حال والستری استریت نوشته که معلوم نیست چه تعداد از این نیروها در صورت استقرار به اسرائیل خواهند رفت اما مقامات گفتن حداقل برخی از اونها میتونن برای حمایت از نیروهای اسرائیلی وارد اون کشور بشن دو مقام نظامی پنتاگون هدف از ارسال این 2000 تفنگدار دریایی رو ارسال پیامی برای جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان برشموندن در واقع قبل از این بودش که خود جو بایدن علنا مطلب رو اعلام کنه به حال اگر قرار باشه وارد جنگ اسرائیل و حماس نشند ولی برای حمایت از اسرائیل در برابر بر جمهوری اسلامی باشن یا یعنی اگر حزب الله یا جمهوری اسلامی بخوان وارد داستان بشن این 2000 تا هم وارد داستان شدن. سفر جو بایدن رو داریم فردا به اسرائیل اعلام شده که جو بایدن فردا آزم اسرائیل خواهد شد و با بنجامین نتانیاهو دیدار و گفتگو خواهد داشت گفته شده که او بعد از اسرائیل به اردن هم سفر میکنه به گفته آنتونی بلینکن رئیس جمهور آمریکا در سفر روز چهارشنبه خود به منطقه برای آزادی گروگان های دربند حماس نیز رایزنی خواهد کرد و برای ارسال کمک های بشردوستانه به غیر نظامیان غزه به گونه که هماس نتونه از این کمک سوء استفاده کنه برنامه ریزی خواهد کرد. تمام این موارد مواردی بوده که حتی بلینکن هم تو برنامهش بود انجام بده ولی خب تو که میدونید به نوعی ناتانیاهو گفته تا زمانی که گروگان آزاد نشن از هیچ کدوم از این موارد خبری نیست ولی همچنان هماس ترجیح میده مردمش از گرسنگی و تشنگی و غیره بمیرن فوت کنن ولی گروگان اسرائیلی آزاد نکنه که به خونه و خونوادهشون برگردن با سفر بایدن به اسرائیل آقای جاناتان کاندریکوس سخنگوی ارتش عنوان کرده که انتظار نداره سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل عملیات زمینی در غزه رو به تعویق بندازه یا پیچیده کنه وی به سی گفته من فکر میکنم رئیس جمهور هم همچنین گفت که حماس باید نابود بشه و این دقیقا هدفیه که هدف نظامی ماست با این حال باید دید امیر عبداللهیان جوابش چه خواهد بود به خاطر اینکه به حال خوب میدونید شما هم دیگه اینا لاف در قربت امیر عبداللهیان و خامنه ای که باید رفت و زد و اسرائیل باید فلان شود و غیره برای به حال حماس یا فلسطین چیزی از توش در نمیاد چون فقط تهدیدات تو خالیه به قول قدیمی گفتن این حرفا با صفاتی تنبان نمیشه و باید ببینیم که قرار کاری انجام بدن یا نه فقط در حد تهدیده اما تحریم های تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی از سمت اتحادیه اروپا تمدید شده شورای اتحادیه اروپا در آستانه فرار رسیدن مهلت یکی از بندهای غروب برجام که تحریم های موشکی و تسلیات جمهوری اسلامی را لغو میکرد اعلام کرد که این تحریم ها رو ادامه خواهد داد منطقی هم هست با توجه به شرایطی که داریم میبینیم بر اساس یکی از بندهای برنامه برجام که در تیر ماه سال 94 امضا شد قرار بود تحریم های موشکی علیه جمهوری اسلامی در 26 مهر امسال پایان پیدا کنه حالا اکنون شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرده که دلایل معتبری برای خودداری از لغو این محدودیت ها داره در بیانیه این شورا تاکید شده که طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از سال 2019 جمهوری اسلامی به تعهدات خودش بر اساس برجام عمل نکرده و با توجه به این موضوع تصمیم شورای اتحادیه اروپا مطابق با مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و برجامه که باید همینجوری بمونه شورای اروپا تصمیم گرفته تحریم هایی که در ابتدا از سوی سازمان ملل متحد علیه افراد و نهادهای دخیل در فعالیت های مرتبط با توسعه موشک های هسته یا بالستیک جمهوری اسلامی یا افراد و نهادهای وابسته به سپاه وضع شده بود و همچنان به قوت خودش نگه داره همچنین شورا موافقت کرده اقدامات کلی و فردی را که تحت تحریم های اتحادیه اروپا وجود دارند به ویژه اقدامات مربوط به اشاعه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین تحریم های تسلیحاتی و موشکی رو حفظ کنه با این حال در این بیانیه این تاکید شده که این اقدامات به معنای اعمال تحریم های اضافی اتحادیه اروپا علیه ایران نیست علاوه بر این تمام تحریم های اتحادیه اروپا که قبلا بر اساس برجام لغو شده بوده همچنان برداشته شده است یعنی اونایی که به خاطر برجام تحریما رو بخشیده بودن و دوباره بر نمیگردن خیلی ضعیف داره و با ترس داره تا اروپا جلو میاد قبل از این بریتانیا، آلمان و فرانسه سه کشور اروپایی برجام بودن که از قبل گفته بودن گفتن آقا ما میگیم که باید تحریما باقی بمونه در بینی عنوان کرده بودن در واکنش مستقیم به عدم پایبندی شدید جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب برجام از سال 2019 تا کنون فرانسه، آلمان و بریتانیا قصد دارند اقدامات مربوط به اشعای هسته‌ای، تحریم تسلیحاتی و موشکی علیه ایران رو حفظ کنند. در این معاهده هسته‌ای ذکر شده که در 18 اکتبر 2023 محدودیت‌های سازمان ملل در زمینه تحقیق و توسعه و تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی که قابلیت حمله کلک اتمی دارند برداشته میشه. همچنین سازمان ملل ممنوعیت واردات و صادرات فناوری مرتبط با صنایع موشکی نظیر موشک و پهپاد با برد 300 کیلومتر 186 مایل یا بیشتر رو بر میداره که این الان همش اینجوری چی میگن فوت شد رفت هوا همه اینو سر جاش موند این بند همچنین اتحادیه اروپا رو ملزم میکنه که تحریم های باقی مانده خود علیه برنامه هسته ایران ریز برداره که هیچ کدوم دیگه انجام نمیشه اما جزو اتفاقات عجیب و غریب خیلی عجیب و غریب یه سری تظاهرات که الان آدم داره میبینه و باورش نمیشه آقا چی به چیه و کی به کیه این پرچم فلسطین و طالبان و اینا با همدیگه به احتزاز در اومده مردم ریختن توی خیابونا در جاهای مختلف دارن شعار میدن امروز داشتن فکر میکردن به اینکه واقعا چه باید کرد اگر که مثلا کسی بود میتونست تصمیم بگیره بعد با اینا چیکار میکرد چون شرایط بسیار پیچیده یه دیگه اینا رو یه سرش از کشورهای اومدن اینا کشوری این که اصلا نمیتونن اون کشور دیگه برگردونن به خاطر اینکه کشور به زور از شر اینا خلاص شده اینا رو قبول نمیکنه یا بعضیشون مثلا نمیتونن برگردونن طرف دوباره به افغانستان که بگن آقا برو یه عالم دایه عزیزتر از مادر پیدا میکنن که آقا افغانی ها رو برگردون این طالبان کشت و فلان اینا داشتن فکر ببین کار اجباری هستش که چین در آیغورا گذاشته به نظر میرسه که چین تقریبا می میدونسته که اگه مسلمان ها رو آزاد بذاره چه اتفاقی تو کشورش میفته حالا نمیخوام چیزی بگم بعدم برام درد سر بشه ولی نظرتون برام بنویسید واقعا اینا رو باید چی کارشون کرد یعنی تو هر تو هر جایی که وارد بشن اونجا رو به گند میکشن آ راست اینجا اروپا نیست تا بهتون میگم باورتون نمیشه اینجا فلوریدا آمریکاست پشت پلیس آقا هم نوشته کلوپ ضد صهیونیستی بله آمریکاست که دارید میبینید در خیلی از جای مختلف آمریکا این اتفاق این چند روزه افتاده اصلا در, در وحشتناک این یکی تصویرم که میبینید اینجا هم آمریکاست بازم اینجا هم میشیگان آزاده فارسانی در مورد دو مرکز اسلامی اونجا برامون صحبت کرده بود ببینید که چه خبره چه تظاهراتی دارن راه میندازن همش ضد صهیونیستی و این همه مسلمون با هم نگفتن با ولفجر چند جنون اونجا رو گرفتن که انقدر تونستن نابودی به پا. نابودی به بار بیارن اما تام کاتن سن... اون کسی که در مورد این مسئله حرف زده سناتور جمهوری خواه درخواست کرده که اطباع خارجی حامی هماس از جمله دانشیان بین المللی که از هماس و حمایت خشونت اون در خاک اسرائیل حمایت میکنن فورا از آمریکا اخراج بشن حالا جالبه هم اطباع خارجی حالا پناهنده میخواد باشه یا هر کسی میخواد باشه اصلا ویزای کار داره هر چی داره در کنارش گفته دانشجوام همینطور اینم هم جالبه یعنی کسی که داره درس میخونه اونجا با ویزای دانشجوی اومده اخراج بشه از آمریکا باز همون ساله پیش میاد دانه اخراج کنه کجا برگردونن این سناتور برجسته سنای آمریکا با ارسال نامه به آقای الخاند رو مایوکاس رئیس وزارت امنیت داخلی آمریکا از او خواست که باید فرایند اخراج دانشجویان بین که نامه کمیته همبستگی فلسطین هاروارد رو در هفت اکتبر امضا کرده یا از اون حمایت کردن از اونجا باید آغاز بشه خیلی هیجان انگیز اگه این اتفاق بیفته بگم که تام کاتن خودش فارغ تحصیل هاروارد با استناد به قوانین مهاجرتی آمریکا که اطفاء خارجی در صورت تایید فعالیت های تروریستی اجازه ورود به ایالات متحده رو نخواهند داشت در نامه خودش نوشین ستون پنجم جایی در ایالات متحده نداره اینجا پورتلند اورگون هستش دارید میبینید او در ادامه گسترش هولناک یهودی ستیزی تی چند هفته گذشته در ایالات متحده گفته باید هر کسی را که در ارزش های آمریکایی مشترک است ناراحت کنه در ادامه این نامه اومده که هر چند شهروندان آمریکایی ممکنه بر اساس متمم اول قانون اساسی اظهارات نفرت آمیزی بیان کنند اما هیچ شهروند خارجی حق نداره که در ایالات متحده از تروریسم حمایت کنه کمیته همبستگی فلسطین در مقطع کارشناسی دانشگاه هاروارد هفته گذشته بیانیه‌ای رو تنظیم کرد که در اون مسئولیت کامل حمله حماس به شهروندان غیر نظامی غیر نظامی رو مقصرش اسرائیل دونسته بود این دانشگاه هاروارد این بیانیه توسط 33 سازمان دانشجویی دیگر دانشگاه هاروارد نیز امضا شده بود در همین حال وضعیت غزه و چالش های فضاینده سیاست خارجی در خاورمیانه الان به کانون اختلاف در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه تبدیل شده طبق معمول بهترین حرف همیشه پرزیدنت ترامپ میزنه دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک سخنرانی انتخاباتی اظهار داشت که در صورت انتخاب مجدد پناهندگی طرفداران گروه های جهادی رو ممنوع کرده و یک قربالگری ایدئولوژیک رو در مراحل مهاجرت به کار خواهد گرفت ترامپ گفت ما دیگه اجازه نمیدیم که افراد خطرناک نفرت پراکن متعصب و دیوانه ها در کشور ما اقامت کنند او در ادامه اضافه کرد اگر با تروریست ها و افرادگرایان رادیکال اسلامی همدلی کنید رد صلاحیت می شوید. اگر می دولت اسرائیل را از بین ببرید رد صلاحیت می شوید. اگر از حماس یا ایدولوژی پشت حماس حمایت کنید رد صلاحیت خواهید شد اگر یک کمونیست، مارکسیست یا فاشیست هستید شما رد صلاحیت شده اید از طرف دیگه اف بی آی هم یه سری نگرانی های رو بروز داده کریستوفر ری مدیر اف بی آی در کنفرانس بین المللی رئیس پلیس در سندیگو در کالیفرنیا در 14 اکتبر خبر داد که از زمان حمله حماس به اسرائیل سطح تهدیدات تروریستی در ایالات متحده افزایش پیدا کرده وی در این کنفرانس گفت شکی نیست که در این شرایط تشدید تنش ها افزایش تهدیدات هستیم و باید مراقب باشیم به ویژه نسبت به بازیگران منفرد که ممکن از رویدادهای اخیر الهام بگیرن تا خودشون مرتکب خشونت بشن پلیس در بزرگ آمریکا در حال آماده باشه چون نگران خشونت های احتمالی در جریان تظاهرات حامیان فلسطین به ویژه اینکه بعد از اینکه خالد مشعل رهبر سابق حماس از کل مسلمان خواست که آقا بیان به خیابون رو اعتراض کنید یه یعنی مدار شلوغی هم بیشتر شده دیشب در بلژیک در بروکسل کسی که حالا عنوان کرده گفته من عضو داعش بودم یادم زن و بچه مسلمان با یه خروا پشم با اسلحه کلاشینکوف دوتا سوئدی که تیم ف... لباس تیم فوتبال تنشون بوده تو فوتبال سوئد و بی دلیل نه یهودی بودن نه سیونیست بودن اصلا شاید شاید اسم بچه سوئدی هم میپرسید مثلا اسمش محمد بوده یعنی میخوام بگم انقدر به صورت کورشلی کرده اون دوتا رو کشته بود بعد در حین ترددش در سطح بروکسل هم باز سه نفر دیگه کلا پنج نفر رو کشت آخرم گرفتنش چیز عجیب و غریب بود سوار یه مثلا مثل وسپا بود یا اصلا دستش میرفم جوری تیر میزد جالبش اینه که فقط پنج تا تیرش به خورده در همین یک دو ساعته پیش هم یه ویدیو اومد تو ایتالیا یارو تونسی این چاغون شمشیر گرفته رو به آسمون و الله اکبر گویان داره رقص بابا کرم ریز میره اونجا که میریزن میگیرنش خلاصه این اتفاق ممکن از جای مختلف بزنه بیرون اگر که در جایی هستید که ممکنه نزدیک باشید به این حیوانات وقتی بیرون میرید یه مقدار حتما احتیاط کنید حواستون باشه که یه موقع ممکنه مورد حمله گروهی و دست جمعی قرار بگیرید اما تهدید جهانی رو انداختن درگیری منطقی هفت هشت کشور رو به جون رو هم انداختن داستانی که بخواید پیاده کنید که دو سه هزار نفر این ور دو سه هزار نفر اون برای مرزی در اون ور دنیا بمیرن تبعات خاص خودش رو قطعا خواهد داشت اینجوری نیستش که حسین امیر عبداللهیان بشینه رو چارپایه خامنه ای طبقه منفی سه به رهبری بشینه اونجا کری بخونن رو بگن آقا اتفاقی نمیفته جمهوری اسلامی احتمالا دیگه بشینه سر جاش با خاطر اینکه در همین شاید یکی دو ساعت پیش بود با پنج زلزله در ایران روبرو شده اینو تاکید میکنم زلزله چون ترور آلان معمولا خیلی دوست داره جو و دومده نوشته که داشتن بمب اتم تست میکرده جمهوری اسلامی مثلا که سایت های لرزنگاری جهانی معمولا به لحظه در میارن که اتفاق چی بوده رو کدوم گسل بوده کدوم ولی میرفته با پنج زلزله در ایران روبرو شده اینا رو من میگم براتون مهمه 83 کیلومتری آذربایجان غربی زلزله 54 دام ریشتری بوده 12 کیلومتری مشرقه در خوزستان نمیدونم کجاست 53 دام ریشتر 20 کیلومتری رزوان از یک طرف 51 هم 19 کیلومتریش از طرف دیگه در هرمزگان این شهر پنج و نیم ریشتر بوده 13 کیلومتری رزوان در هرمزگان 53 دهم ریشتر و اینکه از سمت جنوبم 19 کیلومتریش دوباره 54 دهم ریشتر بوده حالا جالبیش اینه بازم نقاط جالب زیاد داره در فضای مجازی بسیاری از م... کسایی که دستی در کار دارن دارن ابراز میکنن که این مسئله هارپ به خاطر تهدیدات جمهوری اسلامی یعنی یه چیز بهش نشون دادن که آقا بشین ببخشید از به تمک زر قد فروازی در نیر اگر دقت کنید زیرش هم نوشتن فری ارث in این ایران هارپ ریمینز وری چون تی سازوکاری هست که میتونن هارپ رو متوجه بشن که الان فعال یا نه که میگن نه تنها فعال بلکه فعلا هم قرار فعال بمونه و دارن یه جوری نشون میدن که اگه بخوای بیشتر از این بیای جلو میتونی یه حتی یه بلای طبیعی برات رقم بزنیم که اولا نتونی انگشت تام سمت کشور دیگه بگیری بعد اون موقع ممکنه تا دو سال درگیر همون اتفاق بشه که تازه اینا رو جمع کنی و تا زگه نارضایتی عمومی به وجود نیاد باز بشه سرنگون بشی که این احتمالش خیلی زیاده برای جمهوری اسلامی تو شرایط فعلی یه بی‌کفایتی دیگه نشون بده ممکنه که از همون بالای همون صندلی که نشسته با مغز به کومنش زمین امیر عبداللهیانو این عین خبر بود که برای شما خوندم اگر که حالا نظرتون و نظر من مخالفه اصلا مسئله خاصی نیست اما این در بعضی از مورد بعضی از خبرها وظیفه من فقط اعلامشونه بقیه قضاوت ها رو باید خودتون با ذهن خودتون انجام بدید وگرنه این مسائل مسائلی نیستش که الان کارشناسای علمی بیان در موردش صحبت بکنن بگن بله یا خیر این چیزی که خود اومد به نتیجه برسید که در نهایت اوج تهدیدایی که جمهوری اسلامی در انجام میده یهو چرا باید 5 تا زلزله همزمان در ایران بیاد یه اتفاق هم خیلی مهمه یه بیمارستانی به نام الاهلی در مرکز غزه منفجر شده که تقریبا میگه یه دمی بالای 500 نفر یه دمی میگم بالای 900 نفر تا خبرگزاری اون تو آدم بوده و مرد جالبش که اسرائیل اعلام کرد که به چون ما نزدیم اسرائیل اعلام کرد ما نزدیم انگار یه زاغ مهماتی در نزدیکی بیمارستان بوده چیزی که الان اعلام میکنن خبرنگار آزاد میگن احتمال زیاد یه راکت حماس بوده که میسلاند شده یعنی اشتباهی شلیک کردن یا اینکه رو هوا تغییر مسیر داده و خورده به اون زاغ مهماتی که نزدیک بیمارستان بوده و کل بیمارستان منفجر شده چون اسرائیل که همه رو زده تا الان چیزی نبوده که بزنه بگه من نزدم اگه بخوام بگن آقا غیر نظامی زدی خب از اون اول جنگ داره غیر... غیر نظامی و غیر چیز نداره دیگه گفت هر کی مونده دیگه جز و حماس زده اومده جلو این چیزی که دارن میگن و گفت آقا خب من نزدم اگه زده بود به نظر من میگفت من زدم احتمال میره که میسلان چه راکت حماس بوده و برخورد کرده باشه به انبار مهمات که در اطراف بیمارستان همیشه انبار مهماتشون و لانچراشون رو میذارن جایی که کودکان و زنان و افراد سال خورده و غیره هستن که اگر اتفاقی افتاد بتونن از اون جا اجساد و استخونه و غیره واسه بحث پروپاگاندا استفاده کنن اما خیلی ممنونم که اخبار امشب رو با من دنبال کردید ممنون شما اگر لایک بزنید یا سابسکرایب کنید اگر تا این کار انجام ندادید و در این کانال تلاش هم این اخباری برای شما بیارم که جای دیگه بهش نمیپردازن امیدوارم که از کانال حمایت کنید و ویدیو رو و کانال رو هم با دوستانتون به اشتراک بگذارید شب روزگارتون خوش تا درودی دیگر بدرود و خدا نگهدار